سلام به مجموعه خبری شب خوش آمدید در نخواست سرخط مهمترین خبرها هلال احمر افغانی به دنبال تأمین آب مرکز نگهداری بیماران روانی شهاب الدین دلاور با مسئول فدراسیون بین المللی برای حل چالش آب این مرکز دیدار کرد شرکت های قزاقستانی آماده سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی افغانستان اداره ملی استاندارد در تلاش جلوگیری از تولید کالاهای بیکیفیت در کشور مسئولان این اداره گویند در سال گذشته بیش از 128 تن گاز و مواد نفتی بیکیفیت وارد کشور شده است. گماشته شدن یک حقوقدان زن به حیث معاون سیاسی دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و در بخش ورزش شکست چهار بر تیم ملی فوتسال کشور در مقابل کویت ملی پوشان کشور امروز به مسافه نیوزلند رفته است. امروز چهارشنبه 14 سنبله سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 4 سپتامبر 2024 میلادی. من شمایل موسوی هستم با مشروع خبرها این ساعت. یک حقوقدان زن به حیث معاون سیاسی دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گماشته شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد جورجت گانیون را به عنوان معاون سیاسی دفتر یونما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل روز سهشنبه سیزده سنبله با نشر بیانیه گفته که خانم گانیون بیش از 28 سال در حوزه سال حقوق بشر و کمک های بشری در کشورهای مختلف کار کرده است. و از سال 2010 تا 2015 میلادی مدیر حقوق بشر یونما در کابل بود. گانیون که شهروند کانادا است از سال 2021 به این سو به عنوان نماینده ویژه دبیر سازمان در امور لیبیا و هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس سپوتزل به عنوان معاون سیاسی دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کرد. مسئولان از آغاز کار ساخت یک منار و ساحه سبز در ساحه گلایی پارک ناحیه 11 از سوی شاروالی کابل ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین خبر داده است. رئیس امور کلتوری شاروالی کابل گفته که هدف ساخت منار یاد بود و گرامی داشت از خون شهدای کشور است که جانهایشان را بر اثر پاکسازی ماین ما های باقی مانده از دست دادند. و در ادامه سخنانش افزوده مطابق دیزاین تراحی شده این منار به ارتفاع 9 متر با حفظ ارزش های اسلامی و ملی به شکل کلاسیک ساخته خواهد شد. گفتنی است این منار شامل احاطه، باسازی و تنویر، ایجاد یک شبکه آب و ساخت یک کتابخانه و موزیم است. مسئولان میگویند آذربایجان میخواهد راه لاجورد را برای توسعه روابط تجاری با افغانستان و منطقه فعال کند. معاون رئیس وزیران با معاون نخست وزیر آذربایجان درباره توسعه روابط تجاری دو کشور در ترمز دیدار کردند. در این دیدار این مقام آذربایجانی از آمادگی کشورش برای فعال کردن راه لاجورد به هدف توسعه روابط تجاری با افغانستان و منطقه خبر داده است. بنابر خبرنامه دفتر معاونت اقتصادی رئیس وزیران، ملا عبدالغنی برادر در حاشیه مراسم افتتاحی مرکز تجارت جهانی ترمز در ازبکستان با نخست وزیر آذربایجان دیدار کرده است. فعالسازی راه لاجورد از محورهای کلیدی دیدار و گفتگوی بین مقام آذربایجان و امارت اسلامی بود. راه لاجورد مسیر زمینی بین افغانستان و ترکمنستان است که از بندرهای ترغندی و آقینه به بندر ترکمنباشی ترکمنستان وصل می شود. گفتنی از توافق نامه راه لاجورد در سال 2018 میان پنج کشور به امضا رسید. این مسیر افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه وصل می کند. در این بیانیه آمده که آذربایجان خواهان افزایش صادرات و واردات با افغانستان و سرمایه گذاری روی ساخت کارخانه های صنعتی در افغانستان شده است. این در حال است که هیئت به سرپرستی ملا برادر برای اشتراک در مراسم افتتاحی مرکز تجارت جهانی ترمز به ازبکستان سفر کرده بود. شهاب الدین دلاور سرپرست ریاست عمومی هلال احمر افغانی برای تأمین آب آشامیدنی مرکز نگهداری و تداوی بیماران روانی با مسئول فدراسیون بین المللی دیدار کرد. بر بنیاد خبر هلال احمر افغانی در این دیدار، سرپرست ریاست عمومی هلال احمر افغانی با قدردانی از همکاری و حمایت مالی فدراسیون بین از نسیفور میگندی مسئول این فدراسیون خواستار همکاری ها برای دستگیری بیماران روانی شد. میگندی در پهلوی دیگر موضوعات نیز گفته چندی پیش با مسئول محلیشان الکساندر متیو از مرکز نگهداری و تداوی بیماران روانی بازدید نمودند. پس از این بازدید آقای متیوب مبلغ 50 هزار دلار آمریکایی را برای حمایت و کمک مراکز نگهداری و تداوی بیماران روانی اختصاص داده است و همچنان وعده سپرده که به زودی در مورد توسعه جمعیت ملی، ظرفیت سازی و کمک های اولیه به همکاری های خیش ادامه خواهند داد. شرکت های قزاقستانی آماده سرمایه در پروژه های زیربنایی افغانستان هستند. سفیر کشور قزاقستان در دیدار با سرپرست وزارت فواید عامه گفته که تاجران در این کشور خواهان سرمایه گذاری در افغانستان هستند. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه با نشر این خبر گفته که محمد ایسا ثانی سرپرست وزارت فواید عامه با علیم خان یسین سفیر کشور قزاقستان روی شماری از مسائل مهم در دفتر کاریشان دیدار نموده. در این دیدار سرپرست وزارت فاید عامه گفته که قزاقستان یکی از شریک های مهم اقتصادی و تجارتی افغانستان است. سرپرست وزارت فواید عامه به سفیر قزاقستان اطمینان داده که اکنون در افغانستان امنیت به طور کامل تأمین است و فرصت خوب برای سرمایه گذاری مساعد می باشد. تاجران و شرکت های قزاقستانی با استفاده از این فرصت می توانند سرمایه گذاری کنند. در این دیدار دو طرف در مورد خطوط آهن افغانستان و خصوص بخش اول قطعه چهارم مسیر خط آهن خواف هرات به طول 47 کیلومتر گفتگو نمودند و تاکید کردند که با افزایش صادرات از طریق خطوط افغانستان روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان گسترش می‌یابد. گفتنی از سفیر قزاقستان تأکید کرده که شرکت های قزاقستانی آماده سرمایه در پروژه های زیربنایی افغانستان هستند. مسئولان اداره ملی استاندارد گویند در سال گذشته بیش از 128 هزار تن گاز و مواد نفتی بیکیفیت وارد کشور شده است. وحید احمد بدری رئیس اداره ملی استاندارد در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله این اداره گفت که نظارت منظم بر فعالیت کارخانه های آهن در داخل کشور برای تولید محصولات استاندارد ادامه دارد و برای رعایت استانداردها این اداره با تمام توان تلاش میکند تا از تولید کالاهای بیکیفیت جلوگیری کند. در این برنامه گفته شده از زمان تأسیس شورای عالی استاندارد تعداد 24 استاندارد در بخش سیستم مدیریت کیفیت محصولات زراعتی، غذایی، ساختمانی و نفتی، نساجی و چرم، کیمیا و مشتقات پلاستیک به تصویب رسیده است. مسئولان این اداره می گویند که در جریان یک سال بیش از 3 میلیون مواد نفتی و بیش از 7 میلیون تن مواد ساختمانی وارد کشور شده است که این اداره آن را بررسی و استاندارد آنان را تثبیت کرده است. همچنان قابل یادآوری است 110 استاندارد در بخش های مختلف تقویت سطح هماهنگی با سازمان های برای ترتیب استانداردها، عقد تفاهم نامه همکاری، با کشورهای ترکمنستان، ایران و ازبکستان صدور تصدیقنامه های کیفی، نهایی سازی مسوده اسناد تقنینی اداره، نظارت از تطبیق استانداردها و نهایی ساختن قانون استاندارد و قانون میترولوژی از اولویت های مهم این اداره در سال جاری می باشد. و به با عنوان آخرین خبر در بخش ورزش تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی قارعی در تایلند روز سهشنبه با نتیجه 4 بر 3 در مقابل کویت شکست خورد. نیمه اول بازی با تصاوی یک یک به پایان رسید. اما در نیمه دوم کویت توانست با نتیجه 4 بر 3 پیروز میدان شود. این ملی در ادامه مسابقات قهرمانی قاره در تایلند امروز چهارشنبه چهارده سنبله در برابر تیم نیوزلند به میدان رفته است این دیدار ساعت دوی پس از چاش به وقت کابل برگزار شد رقابت های فوتسال کانتیننتال به میزبانی تایلند میان تیم های افغانستان، تایلند، گواتمالا، نیوزلند و کویت از 29 آگست آغاز شده است و تا ششم ماه سپتامبر ادامه دارند. گفتنی از تیم ملی فوتسال کشور بر رقابت های جام جهانی فوتسال سال روان نیز راه یافته است. این در حالی است که رقابت های فوتسال جام جهانی 2024 از 24 سنبله و میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد. با ختم این گزارش رسیدیم به پایان این مجموعه خبری سپاس از اینکه همراهی کردید. بیننده چنل های HA ای و HTV نیوز باشید. بقیه وقت شما خوش